حضرت عمر زاخلوال سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد در پاسخ به سوال خبرنگار آریان نیوز در پیوند به شرکت کردن طالبان در انتخابات چنین میگوید. آیا تصور ورده چه ملاحبت الله د انتخاباتو کې ولاړ وی او موږ ګورو چې د کابل په څلور لارو کې د ملاحبت الله عکسونه را جوړېدلي وي او لیکلي وي چې انتخابي نښه ده او په دې شمېره او رایه ورکوي؟ یعنی دا تصور وړ ده؟ ولې موږ نفي کو چې نه ده، موږ که منطق ولرو، موږ که دا شی قابل د دفاع واوسي، که چېرته د افغانستان د ثبات او د افغانستان د دایمي سولې مهم فاکتور اوسی، ولی قابل دفاع و نوسی. حضرت عمر زاخلوال همچنان در پیوند به تلاش های سیاسیون برای تشکیل حکومت موقت میگوید که شماری از این چهره ها در تلاش منافع شخصیشان هستند. وی با انتقاد از رئیس جمهور غنی نیز میگوید که او از نظام کنونی دفاع نمی کند. د قانون اساسی نه خبرې کوي، هغه قانون اساسی چې تقریبا 90% خپل ولسمشر په مختلفو مراحلو کې د پښو لاندې کړی دی، د مشروعیت د نظام نه خبرې کوي، هغه مشروعیت چې خپل ولسمشر متاسفانه ډېر زیات متضرر کړی دی. انتخابات په کوم شکل چې و، یو مشروع حکومت یې موږ ته نه دی راکړی. آقای زاخلوال روند صلح افغانستان را ابتکار ایالات متحده امریکا میداند و میگوید که آتش بس سال 2018 میلادی از سوی طالبان نیز نتیجه توافق میان امریکا و این گروه بود، نه تلاش رئیس جمهور غنی. دغه تحمیلی شین ولسمشر اندیښمن دی، هغه تحمیلی شه د موقت اداره چې دی یو د موقت براس کې به یو بل کس راځي، او دا خبرې د هغې احتمالاتو اندیښنې دی چې د ولسمشر په ذهن کې دي. سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد میگوید که خشونت و خونریزی های کنونی باید متوقف شود و هیئت های مذاکره کننده به زودی به یک تفاهم برسند. وی با آنکه تلاش های صلح را گام مثبت میداند، اما میگوید که باید در این روند علاوه بر دقت، سرعت نیز در نظر گرفته شود.